خب سلام بچه ها، خوش اومدید. خوشحالم که باز بار دیگه شما رو میبینیم. بحث جلسه پیش شما در ارتباط با حال بود. تعریفی که ما داشتیم این بود که گفتیم حال به دو نوع میاد، یا حال حال مفرد هست که ویژگیش مشتق بودن، منصوب بودن، نکره بودن هست. مراد از مشتق هم یعنی ساختار اسم فاعلی یا اسم مفعولی بیشتر داشته باشد. صاحب حالم که به صورت معرفه میاد. حال جمله ای هم به حالی میگفتن که بعد از اسم معرفه، یعنی جمله ای که بعد از اسم معرفه بیاد بهش جمله حالیه گفته میشد. حالا یا به صورت فعلیه و یا به صورت اسمیه آن جمله آورده می شود. اگر به صورت جمله اسمیه بیاد، حتما نیازمند این هست که قبلش واو حالیه بیاد. واو حالیه بر سر جمله اسمیه در می آید و همچنین واو حالیه بر سر جمله فعلیه‌ای که بینشون واسطه‌ای واقع شود، مخصوصا مثلا ماضی نقلی، یعنی بین واو حالیه و فعلی که میخواد بیاد یه قطع بیاد، در این صورت هم ما واو حالیه رو میاریم. در غیر این حالت واو حالیه هرگز بی واسطه و مستقیم بر سر جمله فعلیه در نمیاد. یعنی اگر بعد از واو بلافاصله فعل دیدید، اون واو رو مطمئن باشید واو حالیه نیست. و از سوی هم گفتیم که صاحب حال نقش های مختلف رو در داخل جمله میپذیرد، یا نقش فاعلی یا نقش مفعولی یا نای فاعلی رو در داخل جمله دارد و حال و صاحب حال هم در نوع و عدد از یکدیگر مطابقت خواهند داشت. اینها مجموعه بود که در اون جلسه مطرح کردیم. 8 تا تست هم در اون جلسه کوتاه مدت بررسی شد. 8 تا تست بلند مدتی که در منظر شما بنا بود که پاسخ بدید، الان با هم یه بررسی داشته باشیم. سوال اول میگه که تعیین کنید صحیح رو در ارتباط با حال. اول کلماتی رو که تصور ما بر حال و صاحب حال هست رو بهش دقت بکنیم. طفلت، این میشود صاحب حال، چون به یای متکلم هم اضافه شده، شده معرفه دیگه. قلقن رو به عنوان حال باید در نظر بگیریم. مورد بعدی اعدا به عنوان صاحب حال و غاصبتن به عنوان حال. سوم طالبات به عنوان صاحب حال و راقبینه، راقب بر وزن فاعل، این هم به عنوان حال. و مورد بعدی ملابس به عنوان صاحب حال و قارقه هم به عنوان حال در نظر گرفته خواهد شد. خب حالا ببینیم کدام گزینه صحیح است. خب ببینید دوستان، مورد اولی، طفلت الان مؤنثه اما غلقه به صورت مذکر اومده. خب این نشون میده که خطاست، این رو حذفش میکنیم، چون باید حال و صاحب حال در نوع و عدد، یعنی جنس و تعداد، مطابقت داشته باشن. مورد بعدی اعدا جمع دشمنان، اما غاصبتن اومده، مفرد مؤنث اومده، مفرد اومده، این غلطه، باید بشه غاصبینه، غاصبینه. درستش رو پس می نویسیم غاصبینه، باید اینطوری بشه، چون جمع اومده، اونم باید بشه جمع بیاد و جمع مذکر سالم هم وقتی میخواد منصوب بشه، چون حال هست باید منصوب بیاد دیگه، وقتی میخواد منصوب بشه به جای واو و نون از یه و نون استفاده میکنیم، میگیم قاسبی. نه این هم پس خطا هستش. میریم برای گزینه 3 طالبات. خب خودتون میبینید دیگه، طالبات اینجا مؤنثه، مؤنث اما راغبینه جمع مذکره،
جمع مذکر. خب این هم غلط هستش، با هم هم خوانی ندارن. اون جمع اومده جمع مؤنث، اینم با جمع مؤنث بیاد راغبات. اما در اینجا بوسید پدر شهدا، لباس های جنگ را پوشاند. پدر شهدا لباس های جنگ را برای فرزندانشون در حالی که غرق در خون بود. قبلا به معنی بوسید هست. خب ملابس الان در اینجا به عنوان صاحب حال هست، منتها جمع غیر عاقل هست، جمع غیر انسان. اینجا می نویسم اینجا جمع غیر عاقل، جمع غیر انسان. یادتون هست دیگه بچه ها، برای جمع های غیر عاقل یا جمع های بیشور آنچه که بهش برمیگشت مفرد مؤنث بود. بنابراین میبینید که مفرد مؤنث هم آمده، حالش به صورت مفرد مؤنث آمده و کاملا صحیح هم هست. همین گزینه انتخاب میشه به عنوان گزینه صحیح. پس حال با صاحب حال خودش در نوع وعدت مطابقت دارد. اگر صاحب حال شما جمع مکسر غیر عاقل بود، آنچه که بهش برمیگردونید که در اینجا حال باشد، اون به صورت مفرد مؤنث آورده میشه و درسته. تست دوم گفته است تعیین کنید خطا رو، تعیین کنید خطا رو برای ایجاد حال برای این جای خالی. خب ننتخبو و همچنین نا در اینجا به ما میگه که این کلماتی که کلمه‌ای که ما میخوایم در جای خالی قرار بدیم باید از قالب مفرد خارج باشه، چون ننتخبو متکلم مع الغیر دیگه برای مثنى و جمع میاد. ما داره میگه ما انتخاب میکنیم رشته زبان عربی رو برای ادامه درسمون در دانشکده. خب حالا حالی که میخوایم بیاریم باید متناسب با صاحب حالمون باشه. نحنوی در ننتخبو یا نای در دراست نا، اینها نشانه است برای اینکه اینها رو به عنوان صاحب حال در نظر بگیریم. خب پس بنابراین ما در جای خالی کلمه‌ای که می‌خوایم بیاریم یعنی همون حالمون باید از قالب مفرد خارج باشه. اگر مفرد باشه غلطه. صورتحال هم میگه کدوم گزینه غلطه. خب راغبن الان مفرد دیگه بچه‌ها، درسته؟ به صورت مفرد اومده. خب همین غلطه، همین رو انتخابش می‌کنیم. اما راغبینه جمعه. خب جمع میتونه برای متکلم مع الغیر بیاد. راغبات جمعه، اینم میتونه بیاد. راغبین مثناس، اینم میتونه بیاد. و بنابراین گزینه یک ما گزینه خطا هست بچه ها برای این جایگاهی که مطرح شد. خب سوالی هست تو این مورد بچه ها؟ ابهامی نیست؟ فقط به این تعریف توجه داشته باشید که حال با صاحب حال خودش در نوع و عدد باید مطابقت بکنه. خیلی راحت هم داخل جمله میشه حال و صاحب حال پیدا کرد. حال که خب ویژگی تعریفی خودش رو دارد، اما سریع میریم سراغ کلمه ای که در نوع و عدد مثل اون باشه، اونی که ابتدا اومده میشه صاحب حال و بعدش میشه حال. صدای من رو که دارید بچه‌ها دیگه، صدا تصویر؟ بله بله، بسیار خوب بسیار خوب. خب بریم برای شماره 3. تعیین کنید عبارتی که درش حال هست، عبارتی که درش حال اومده. خب نگاه کنیم بچه ها، حال گفتیم یا به صورت مفرد است یا به صورت جمله‌ای. اگه حال جمله‌ای باشد که باید صاحب حالش معرفه باشد. در گزینه 1 اگر نگاه کنید رجالن رو داریم. رجالن، خب رجالن یه اسم نکره است، آنچه که بعدش اومده جمله وصفیه است نه جمله حالیه، این میره کنار. مورد بعدی کلمه‌ای که تصور میکنیم حال هست کلمه قارقن هست. قارقن، قارقن. منتها دقت کنید بچه‌ها که حال خودش نقشه، نمیتواند نقش دیگری رو بپذیرد. مخصوصا مراقب کلماتی باشید که شبیه حال خودشون رو کردن اما قبلش افعال ناقصه آمده.
افعال ناقصه، مثل کانه، مثل ساره، مثل لیسه، مثل اسبه. این افعال ناقصه که میان، اون کلمه که خودش رو شبیه ویژگی حال کرده است، اون حال نیست، او خبر اون افعال ناقصه است. خب کنتو رو نگاه کنید در اینجا، کنتو، کنتو از افعال ناقصه است، فعل ناقصه، این فعل ناقصه است. خب اگر فعل ناقصه است، این هم میشه خبر کانه، خبرش هست، خبر افعال ناقصه است، با اینکه ویژگی حال رو دارد، یعنی مشتق هست، منصوب هست، نکره هست، اما حال نیست. چرا؟ چون نقش دیگری رو پذیرفت. حال خودش نقش است، نمیتواند نقش دیگری رو بپذیرد. خب این هم که پس بی حال است. میریم برای شماره 3. من قتل مظلومن، 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 هر کس کشته شود. خب چگونه، چه حالتی؟ به کیفه داره جواب میده، چون کیفه پرسشی است برای تعیین حال دیگه، چگونه، مظلومانه. بنابراین این میشود حال، مظلومن حال خواهد بود، به عنوان حال در نظر میگیریم. صاحب حالش کدومه؟ هوی مستتر، هوی در قتله آمده است، قتله هوه، اون میشه صاحب حال، و مظلومن هم که حال هست. پس گزینه 3 مون رو انتخاب میکنیم. و اما در گزینه 4 کلمه‌ای که تصور میکنیم حال هست، محسنن هست، محسنن. خب اگه نگاه کنید، بعد از رجلن اومده، یعنی بعد از اسم نکره اومده، پس این صفت هست، صفت رجلن هست، صفت شد و حال نیست. مشاهده کردم مردی نیکوکار. بسیار خوب، اینم از این تست. اما شماره 4 گفته است کدوم عبارت بیان کننده هیئت فاعلی است. به صورت سوالتمند دقت کنید بچه ها، بیان کننده هیئت فاعلی است یعنی چی؟ یعنی در کدام گزینه صاحب حالتان نقش فاعلی دارد. وقتی اومد تو صورت سوال کدام گزینه بیان کننده هیئت یا حالت فاعلی یا مفعولی یا نای فاعلی هست، یعنی در کدام گزینه صاحب حالتون اون نقش رو دارد، نقش فاعلی، نقش مفعولی یا نقش نای فاعلی رو. خب بریم برای گزینه اول. اول صاحب حال رو پیدا کنیم، این صاحب حال، و حال رو پیدا کنیم، اینم حالمون، فرحتین. خب به نظر شما بنتانه که بعد از قامت اومده چه نقشی داره بچه ها؟ قامت فعل، بنتانه میشه چی بچه ها؟ فاعل دیگه، این فعل، اینم فاعل، فاعل، فاعل. خب اگر فاعل هست، صورت سوال هم همینو میخواست دیگه. ای داد بیداد، سریع هم مینویسیم بازم. خیلی قامت فعل، بنتانه میشه فاعلش، فرحتین هم میشه صاحب حال، در میشه حالش، حال با صاحب حال خودش در نوع و عدد هم مطابقت دارد، بنتانه هم نقش فاعلی دارد. تمام شد، گزینه 1 انتخاب می شود. اما بریم برای گزینه های دیگر. متفریق، این فریق میشه صاحب حال، فائزن میشه حالمون، حال باید با صاحب حال در نوع و عدد مطابقت داشته باشه، نمیتونه با متفرجونه، چون متفرجونه جمعه، اما فائزن مفرده. کلمه‌ای که مفرده فریق هست، تشویق میکنن تماشاچیان تیمشان را که در حالی که پیروز شده. خب الان در اینجا فریق به نظر شما چه نقشی داره بچه ها؟ فریق در اینجا، این فعل، این فاعل، این میشه مفعول. مفعول رو که نمیخواست، هیئت مفعولی رو که نمیخواست، هیئت فاعلی رو میخواست. میریم برای مورد بعدی. اینجا هم فلاح میشه صاحب حالمون، هو یجمعو میشه حالمون، حال جمله اسمیه است، حال به صورت جمله اومده، واو هم واو حالی است. خب الان این برمیگرده به فلاح. دیدم چه کسی را؟ کشاورز را. چه نقشی دارید به کشاورز میدید؟ نقش مفعولی دارید بهش میدید، نقش مفعولی. خب این هم که رد شد، میریم برای گزینه بعدی. اشاهدو که
اینکه صاحب حالتون و آنچه که بعد از واو حالی اومده است اونم که می شود حالتون از نوع جمله اسمیه. خب حالا در اینجا شما صاحب حالتون چه نقشی رو داره؟ میگه مشاهده میکنم تو را، باز نقش مفعولی دارید بهش میدید، بنابراین گزینه یک رو انتخاب میکنید. پس مراد از هیئت چی هست؟ یعنی نقش صاحب حال در درون جمله است. مورد پنجم، تعیین کنید واو حالیه رو. تعیین کنید واو حالیه رو. خب برای نظام جدید بهترین نشانه برای واو حالیه این است که بعد از واو اگر ضمیر اومد، اون ضمیر با کلمه بعدش میشه جمله حالیه و اون واو هم میشود واو حالیه. این بهترین نشانه است که در نظام جدید فقط به همین موضوع پرداخته است، که البته من گفتم یه جای دیگه هم شما میتوانید داشته باشید واو حالیه رو، اونم زمانیه که بعد از واو قد بیاد و بعد از اون قد هم فعل ماضی بیاد، که این واو هم واو حالیه خواهد بود. اما در اینجا سری نگاه میکنید بر اساس همون نشانه‌ای که در سیستم خودتون دارید، نظام جدید این واومون میشه واو حالیه، بعدش هم یه ضمیر اومده با کلمه بعدش میشه جمله حالیه. تمام، میبینید به راحتی انتخابش میکنیم گزینه سه رو. بهترین نشانه است دیگه برای شما نظام جدید که کار رو ساده کردن. خب شماره 6 تعیین کنید خطا رو برای آنچه که خواسته است. و گفته که نشیتن ضدش میشه کسلان، شاداب، فعال، تنبل. بله این که درسته، میگه کدوم گزینه خطاست، ما دنبال گزینه خطا میگردیم. اعوذ یعنی پناه میبرم، الجئ یعنی بازم پناه میبریم، پناه میبرم. این هم پس مترادف خواسته که مترادف هستش، این هم درست. میریم برای مورد سوم، مبشرینه بشارت دهنده، منذرینه بیم دهنده. خب میبینید که در اینجا با ضد هم هستن، این هم صحیح هستش. و اما مورد بعدی، لا تهنو لا تیأسو. لا تهنو یعنی سستی نکنید، سست نشوید، خن و خن نکنید. اما لا تیأسو یعنی مایوس نشوید. این دوتا رو گفته اینا مترادفند، در صورت که مترادف نیستن اینها، اینها مترادف نیستن، دو کلمه با دو معنای متفاوت هستش. خب پس گزینه 4 گزینه خطای ما هست. و اما شماره 7 تعیین کنید خطا رو، باز تعیین کنید خطا رو در مفهوم. اولی گفته که جا الحق و زهق الباطل. خب این که دیگه یه جمله قدیمی است و حق آمد و باطل رفت. بعد گفته جولت الباطل ساعه و جولت الحق الى مقام ساعه، یعنی چرخش باطل لحظه است و چرخش حق تا قیامت. خب این که میخورن به هم لازم مفهومی، الکلامو یجر الکلام، یعنی کلام کلام میآورد، سخن سخن میآورد، زبان کشیده نگهدار تا زیان نکنیم. خب این ربطی نداره به اون جمله. پس بنابراین گزینه 2 رو ما انتخابش میکنیم به عنوان گزینه‌ای که بی معناست، بی ارتباط هستش. اما 3، الانسانو عبدالاحسان، یعنی انسان بنده نیکی هست، اگر نیکی کنی بندگی تو رو خواهد کرد، از محبت خارها گل میشود. میبینید که با هم ارتباط دارد. و کل نفس ذائقه الموت، هر کسی مرگ را میچشد. کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی نابود خواهد شد به جز ذات خداوند. خب اینم که پس مناسب هستش، گزینه 2 انتخاب شد. و اما آخرین موردمون گفته است که تعیین کنید خطا رو. کدوم جملتون جمله است که خطا هستش؟ خب گزینه 1، مع الاسف ما ادیت فریضت الحج حتی الان، متاسفانه تا به حال فریضه حج را به جا نیاورده ام. ما ادیت، بله کاملا درست، ماضی منفی، اینم که فریضه حج، این ایرادی برش نیست. بعدی لن یستطیع احد ان یصعد قمة هذا الجبل، میگه که
هیچ کس بله نخواهد توانست، اینم ایرادی برش نیست، از این کوه بالا برود. از این کوه، این قمه چی میشه پس؟ اینو معنا نکرده، این باید در اینجا می اومد تو ترجمه، از قله این کوه، قله این کوه، اینجا باید می اومد که این مورد نیومده است و این کلمه ای رو جا انداخته است در ترجمه. پس بنابراین گزینه دو گزینه خطای ما هستش. و مورد بعدی هم که فعل، چون فعل ها برای ما اولویت دارن، نقلت یه فعل مجهول هست، خراب شده است، ماشینم سیارتی، میبینید که به صورت ضمیرم در اینجا تو ترجمه اومده و مشکلی هم نیست. و اینجا هم که لای نفی جنس رو داریم، لای نفی جنس، لای نفی جنس قبلا بهش اشاره کردیم بچه ها، بر سر اسم نکره در میاد، اسمی که همیشه مبنی بر فتح هستش. خب از واژه هیچ هم تو ترجمه استفاده می کردیم، خب هیچ هم استفاده کرده. و این یکی دیگه هم که سیکونو، اینم که مستقبل هست، خب مستقبلم معنا شده است، این هم ایرادی برش نیست. خب اینم از 80 تستمون که شما در منزل بنا بود جواب بدید و جواب دادید حتما. اینجا یه بررسی با هم داشتیم. پس کلن در بحث حال بچه ها حتما تشخیص بدید که اگر حال مفرد بود ویژگی مشتق بودن، منصوب بودن، نکره بودن رو داشته باشه، زمینی که حال خودش نقشه، نمیتواند نقش دیگری بپذیرد. حتما مراقب افعال ناقصه قبل از اون اسمی که فکر میکنید حال هست باشید. اگر کانه، ساره، لیسه، اسبه، این تو چیزا اومده بود، ما حتما بدانید که آن حال نیست، بلکه نقش خبر افعال ناقصه رو خواهد داشت. حال جمله ای هم که به حالی میگن که بعد از اسم معرفه بیاد و اون اسم معرفتون هم صاحب حال هست. صاحب حال هم نقشای فاعلی، مفعولی، نایب فاعلی رو میتونه در جمله داشته باشد. و حال جمله اسمیتون هم حتما واو حالیه میخواد، بر سر جمله اسمیه واو حالیه در میاد، اما بر سر جمله فعلیه هرگز واو بی واسطه در نخواهد اومد. اینم مجموعه کلی که مربوط به حال بود. خب اگر سوالی دارید بچه ها از من بپرسید، در غیر این صورت آماده بشید آرام آرام که بریم بحث جدیدمون رو شروع کنیم. منتها دقت داشته باشیم بچه ها که چون دیگه ما بحث امروز رو که انجام بدیم، یعنی بحث مستثنا رو، یکی دو تا بحث دیگه بیشتر نداریم که خب جلو هم هستیم. بنابراین من در هفته آینده یک مرور خواهیم داشت، همچنان که قبلا یک جلسه مرور رو داشتیم برای بچه هایی که جدید اومده بودن و غیبت داشتن، چون بعضیا پیام داده بودن که اون جلسات اولیه رو ما نبودیم، درست آفلاینش رو در اختیار داریم اینا، ولی اگر بشه مثلا اونا باز مجددن یه مروری بشه خیلی خوب هستش. خب ما دو جلسه اول رو که اقسام کلمه و بحث اعداد رو، اون رو مرور کردیم. جلسه آینده انشالله اول تستای بلند مدت بحث امروزمون رو انجام میدیم، بعد میریم یک مروری برای دو بحث دیگه خواهیم داشت که مربوط به عربی دهم میشه، که پرونده عربی دهم رو انشالله بتونیم ببندیم و اون هم بحث بابهای ثلاثی مزید هست و جمله فعلیه و اسمیه. این رو تو جلسه آینده یه مروری بچه ها داشته باشید که همون مطالب آفلاینی که در اختیار شماست، جلسه سوم و چهارمی که با هم داشتیم، اگر در اختیارتون هست اون رو یک مروری داشته باشید که یه بررسی میکنیم، بعد یه آزمون از اون دوتا بحث خواهیم گرفت، آزمونی که متفاوته دیگه، مربوط به آزمونایی که از شما گرفتیم نیست، یه آزمون متفاوتی خواهیم داشت بعد از یه توضیحی که برای اون دو جلسه، یعنی جلسه سوم و چهارم، با پای ثلاثی مزید، جمله فعلیه و اسمیه و حالا مجهول هم اگه نگاهی کردید بد نیست، شاید به اونم بپردازیم. این دو سه بحث رو چیز کنید که پرونده عربی یک رو باز یک بار دیگه با این مرورمون و تعداد تست متفاوت داشته باشیم، که فکر میکنم این خوب باشه برای شما، چون جلو هم هستیم، یعنی نگران نیستیم از اینکه از اون آزمونایی که حالا هر آزمونی که میدید از اون عقب باشیم، کاملا جلو هستیم. دو سه تا بحث دیگه بیشتر نداریم. و جلسه آینده اون بچه ها چی شد؟
مرور شد جلسه سوم و چهارمی که ما قبلا داشتیم. باب های ثلاث مزید، جمله فعلی اسمیه و معلوم مجهول رو یک نگاهی بهش بیاندازید که وقتی مرور کردیم و تستی خواستیم بزنیم خیلی غریبیگی نکنید. باشه بچه ها، موافقید؟ پیام بدید. بله، متشکرم متشکرم، بسیار خوب. خب سوال دارید برای این تستی که با هم بررسی کردیم موضوع حال؟ اگر سوالی دارید بپرسید، اگر نه که آرام آرام بریم برای بحث جدیدمون. سوال بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی ممنون امیر حسین، عطیه خانم، خیلی ممنون آقا کوروش، مهدی خانم، ماید خانم، متشکرم، خیلی ممنون، خیلی خوب. بریم برای پس بحث امروزمون که بحث مستثنا هست، عربی دوازدهم، مشترک تجربی و ریاضی و انسانی. بحثمون بحث مستثنا هست. مستثنا که دو نوع اسلوب هم براش مطرح هست، اسلوب استثنا و اسلوب حصر. این موضوع امروزمون خواهد بود. خب روزمون رو که یک شنبه است و ساعت هم که 15:30 شروع شد، تاریخ هم که امروز هست 9/9/99 که حتما کانال من رو که عضو هستید پیگیری کنید. یک سری بنرها، تیزرهای متعدد، غیر اون برنامه‌ای که روزانه تستی گذاشته میشه، برای امروز ما یک سری تیزرها و بنرهایی رو قرار دادیم و تا شب هم قرار خواهیم داد که میتونه بهش توجه بکنید و مفید خواهد بود. خب زمین شناسی 25 عدد تست خواهید داشت، 20 دقیقه زمان و هر سوالم 48 ثانیه براش تعیین شده. هرگز غصه ای نداشتم که یک ساعت مطالعه آن را برطرف نکرده باشد. مونتسکیو. بله، مطالعه خیلی مهم هست. اما یوگا خنده امروزمون آماده اید؟ خب بریم بچه ها. آماده اید؟ یک دو، یک دو سه، یک دو، یک دو سه، هو ها هی هی هی، هو ها هی هی هی. بسیار خوب. اما خنده تدریجی، خنده ای که آرام آرام هست. به این شکل بچه ها خندیدید؟ خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار خوب. اینم خنده تدریجی. یک ذره هم لبخند بر لبتون اومده باشه ما را بس است. خب بریم برای بحث امروزمون که مستثناست. خب به تعریفش بچه ها حتما دقت کنید، نگاه کنید از همین ابتدا. اسمی از منصوب، اسمی از منصوب، نمیگه فعلی و نمیگوید حرفی. پس مستثنا باید بچه چی باشه؟ اسم باشه. اسمی از منصوب که بعد از ادات استثنا، بعد از ادات استثنا، که این ادات استثنا برای شما یک مورد بیشتر نیومده الا این، سایر ادات استثناء حذف شده برای شما، چون الا، هاشا، ادا، خلا، غیر، سوا، موارد متعددی بوده یه الا برای شما گذاشتن. اسمی است منصوب که بعد از ادات استثناء که الا باشد می آید تا آن را از حکم کلی، حکم کلی. خب حالا این حکم کلی چی اسمش؟ مستثنامن، مستثنامن.
بهش میگن مستثنامن، کان را از حکم کلی مستثنامن که پیش از ادات استثناء آمده است و بیش از یکی می باشد خارج سازد. پس چی شد بچه ها؟ فرمول این شد الا آنچه که قبلش میاد مستثنامن و آنچه که بعدش میاد مستثناست. این فرمول کلیه اسلوب استثناست. آنچه که قبل از الا میاد بهش میگن مستثنامن و آنچه که بعد از الا میاد بهش میگن مستثنا. خب تعریفم این گفت دیگه، مستثنامن گفت پیش از ادات استثناء میاد و بیش از یکی هست. مستثنامن پس چگونه خواهد بود؟ از یکی بیشتر باید باشد. چرا؟ چون شما میخواید تکه ای از اون رو جدا کنید دیگه که همون مستثنا باشه، باید بیشتر از یکی باشه که چیزی باقی بماند. این تعریفی است که برای مستثنا داده میشود. خب تو ترجمه گفتیم تمامی اعداد استثناء به معنای هر کدوم از اعداد استثناء بیاد این معانی رو میتونه داشته باشه، جز به جز، غیر به غیر، میتونید این معانی رو براش به کار ببرید برام کلمه الا. خب بالا گفتیم که مستثنا دو نوع اسلوب رو خواهد داشت، یکی اسلوب استثناء یکی اسلوب هست. میایم برای اسلوب استثناء. اسلوب استثناء، اسلوب استثناء چی ویژگی رو باید داشته باشد؟ اول از همه باید تام باشد. تام یعنی کامل باشد. یعنی چی؟ داخل پرانتز گفتیم یعنی پیش از الا کامل باشد. اگر پیش از الا شما نیاز به فاعل یا نیاز به مفعول یا نائب فاعل یا خبر دارید آمده باشه، شما رو در ابهام قرار ندهد. پس پیش از الاش کامل هست اسلوب استثناء، تام هست. مستثنامن دارد، چون مستثنامن دارد پس پیش از الاش هم کامل هست دیگه. همواره منصوب است، همواره منصوب است. اینم به اصطلاح برای حرکتی که باید بپذیرد، همواره منصوب است. پس اسلوب استثناء سه ویژگی: پیش از الا کامل است که بهش میگیم تام، مستثنامن دارد، حرکتش هم همواره منصوب است. مثالشو ببین، جاء الرجال الا سعیدن. خب الان در اینجا رجال مستثنامنه، از یکی هم چیه بچه ها؟ بیشتر هست. الا ادات استثناست، درست؟ آنچه که بعدش اومده سعیدن میشه مستثنا. خب گفته که مردا اومدن، کیا اومدن؟ مردا. خب هرچی میخواییم اومده دیگه، پیش از الا رو ناقص نگذاشته، پس مستثنامون تامه، منصوبم که آمده است، حرکت رو ملاحظه میکنیم. یه مثال دیگه، ما رأیت احدن، ما رأیت احدن. الان در اینجا احدن مستثنامن هستش و الام که ادات استثناست و حمیدن هم که مستثناست. گرچه جمله منفی هست اما پیش از علتون کامله. میگه ندیدم، خب چه کسی را؟ کسی را. ندیدم کسی را. پیش از علتون کامل است و ابهامی درش وجود نداره و حمیدن هم مستثنای تام و کامل هستش. که حالا بعدم برای این واژه احد و شی و کلمات از این دست صحبت خواهیم کرد. این تا اینجا. خب بریم برای اسلوب حصر. اسلوب حصر، یه اسلوب استثناء داشتیم با سه ویژگی: پیش از الا کامل بود، مستثنامن داشت، همواره منصوب بود. حالا اسلوب حصر رو ما چگونه تشخیص بدیم؟ فقط قبل از اینکه یادم نرفته، یادتون باشه بچه ها ما یک جای دیگه هم اسلوب حصر رو داریم، اونم جایی که انما میاد. انما هم برای حصر میاد. اگه یک جایی مثلا در تست اومد که در کدام گزینه حصر واقع شده است، یکی همین موردی است که الان بررسی میکنیم، یکی همون جایی است که انما اومده. اگه انما اومده باشه اونم نشانه حصر هست. خب اما اسلوب حصر ببینیم چه چیزهایی رو میخواد.
در جمله‌های منفی یا استفهامی می آید. شرط اولیش اینه، جملهش یا باید منفی باشه که بیشتر منفی هست و گاهی استفهامی. پس اسلوب حصر در جمله های مثبت نمیاد، حتما تو جمله های منفی بیشتر و گاهی استفهامی می آید. این یک. دو، غیر تام هست. غیر تام یعنی چی؟ داخل پرانتز گفتیم، یعنی پیش از الله کامل نیست. شما پیش از الله مثلا نیاز به فایل دارید میبینید نیامده، نیاز به مفعول دارید میبینید نیامده، نیاز به خبر است نیست، وجود ندارد. اینم مطلب دوم. سه، مستثنامه ندارد. در اسلوب استثناء داشتید، در اسلوب حصر ندارید. اعراب آن تابع موقعیتش در جمله، تابع موقعیتش در جمله هستش. اعرابش تابع موقعیتش در جمله است. پنج، مثبت تأکیدی ترجمه می شود. گرچه جمله منفی هست اما شما به صورت مثبت، اونم مثبت تأکیدی ترجمه میکنید که حالا در مثال ها خواهیم گفت. خب این چهار نشانه، پنج نشانه، نشانه اسلوب حصر تو چه جمله هایی گفتیم بچه ها میاد؟ جمله های منفی یا استفهامی. دیگه چی؟ غیر تام است پیش از الاش، یعنی پیش از الاش کامل نیست. مستثنامه ندارد، تابع موقعیتش حرکت میپذیرد، موقعیتش هم بدون الا در نظر میگیریم و مثبت تأکیدی. مثالاشو ببین. ما جاء الا علی، ما جاء، ما جاء، ما رأیت، ما سلمت، لیس. ملاحظه میکنید که این چهار تا مثالی که من الان میخوام بررسیش بکنم پیش از الا تو منفیه. اولین شرط اسلوب حصر رعایت شد. اما شرط دومش این بود که پیش از الا کامل نباشد. خب ما جا نیامد، ما منتظریم ببینیم چه کسی نیامده، پیش از الا حرفی نزده. پس پیش از الاتونو ناتمام گذاشت. به همین خاطر من نوشتم مستثنا غیر تام. غیر تام یعنی کامل نیست، همون اسلوب حصر است. خب حالا که پیش از الاتون کامل نیست، ما به که اسلوبمون هم شد اسلوب حصر، به مستثنا چه حرکتی بدیم؟ به مستثناهامون، اینم مستثناهامون. خب به مستثناهامون چه حرکتی بدیم؟ میگه اگر اسلوب حصر رخ داده است، به مستثناتون تابع موقعیتش حرکت بدید. موقعیت شما از کجا در نظر بگیریم؟ فرض کنید چیزی به نام الا وجود نداره. فرض کنید چیزی به نام الا وجود ندارد. درست شد؟ فرض کنید وجود نداره. خب اولی، نیامد. کی نیامد؟ علی. پس علی بدون الا چه نقشی گرفت؟ فاعل. بدون الا شد فاعل، نقش فاعلی گرفت. به همین خاطر شده علیون، علیون. در صورتی که مستثنا باید منصوب باشه، چون اسلوب حصر رخ داده است، تابع موقعیتش هم حرکت گرفت. خب ما رأیتُ الا علیاً، علیاً، ندیدم چه کسی را، علی را. بدون الا چه نقشی دارید به علی میدید بچه ها؟ نقش مفعول به یا همون مفعول رو. به همین خاطر منصوب هست. ما سلمت الا به علیین، به علیین یعنی جار و مجرور. به همین خاطر مجرور شده، مجرور، بدون الا مجرور به حرف جر. اینم به این لحاظ. و اما مورد چهارم، لیس القصدو. لیس از افعال ناقصه است. قصدو میشه اسم لیسه، بدون الا حق میشه خبر لیسه. بدون الا میشه خبر لیسه، خبر لیسه. و خبر لیسه هم منصوبه. افعال ناقصه بچه ها انسانی میدونن دیگه، رافع اسم ناصب خبر. اسمشون رو مرفوع میکنن، خبرشون رو منصوب میکنن. به همین خاطر منصوب اومده دیگه، این حالت رو داره بچه ها. خیلی خب، اینم خبر لیسه شد بدون الا. میریم برای مثال پنجممون که
جمله استفهامی هست، پرسشیه، هل جزاء الاحسان. خب ما گفتیم اسلوب استثناء در جمله های منفی یا استفهامی میاد. خب پیش از لام کامل نیست. آیا پاداش نیکی؟ منتظریم ببینیم که میخواد چی بگه. آیا پاداش نیکی؟ خب جمله رو ناقص گذاشته. حالا بدون الا احسان که بعد از الا اومده چه نقشی داره؟ خب جزا میشه مبتدا، هر مبتدایی به خبر نیاز دارد، بنابراین احسان دوم خبر هست، خبرم مرفوع میاد، به صورت مرفوع آورده میشود، به صورت مرفوع. اینم احسانا. خب یک بار دیگه بچه ها نگاه کنید، اسلوب هست در جمله های منفی یا استفهامی. چهار تا مثالمون منفی، یک مثال پنجم هم استفهامی شد. غیر تام است، یعنی پیش از الا کامل نیست. اگه نگاه کنید پیش از الاتون هیچ کدوم کامل نیست، نیامد، ندیدم، سلام نکردم، نیست قصد. آیا پاداش نیکی؟ این همه رو ناتمام و ناقص گذاشته است. در اسلوب هست مستثنا چه حرکتی میپذیرد؟ چون مستثنا باید منصوب باشد دیگه. چه حرکتی در اسلوب هست مستثنا میپذیرد؟ الا رو در نظر نمیگیرید. فرض کنید چیزی به نام الا وجود ندارد. با نبود الا، مثال اول، نیامد کی نیامد؟ علی. بدون الا شد فاعل. اما اگر در کنکور اومد گفت علی چه نقشی دارد، میگید مستثناست دیگه، اسلوب هست رخ داده، مستثنا. اما اگه بدون الا چه نقشی داره، نگاه میکنید جایگاهشو و نقشش رو تعیین میکنید. ندیدم چه کسی را؟ علی را، مفعول. سلام نکردم، به علی، مجرور به حرف جر، لیس از افعال ناقصه، قصدو میشه اسمش، حقم میشه خبرش. اینجا هم که جزا مبتدا و احسان که میاد تکمیل کننده جزا هست، به عنوان خبر در نظر گرفته میشه و تابع موقعیتش حرکت هم خواهد پذیرفت. فقط شما بچه های نظام جدید به این موضوع توجه داشته باشید که بیشتر تسمین است، کدام گزینه اسلوب استثناء است، کدام گزینه اسلوب هست است. این دو واژه رو بهش توجه داشته باشید که اسلوب استثناء برای جمله مثبت میاد، اگرم جمله منفی باشه پیش از الا کامل هستش، مستثنامن حتما داره. اسلوب هست در جمله‌های منفی یا استفهامی مستثنامن نداره، پیش از الا هیچ وقت کامل نیست و شما رو در ابهام خواهد گذاشت. خب یک مورد دیگه هم ما توی اسلوب هست اشاره کردیم، ترجمهشه. بهتره ما به جای اینکه منفی ترجمه بکنیم، مثبت تأکیدی ترجمهش بکنیم. مثلا به جای که بگیم نیامد به جز علی، چگونه ترجمهش میکنیم؟ میگیم که فقط علی آمد، فقط علی را دیدم، فقط به علی سلام کردم. واژه تأکیدی دیگه، حالا هرچی دوست داشتید. تنها حق هدف است و اینجا تنها نیکی کردن پاداش نیکی است، چون استفهامیه، به صورت استفهامی هم ترجمه میکنیم. واژه تأکیدی رو پس برای اسلوب حصر به کار میبریم. و اما نکته بعدی، در جمله های منفی، در جمله های منفی یا استفهامی واژه های احد و شی، حالا یکی دو تا واژه دیگه من اضافه بکنم، کل، بعض و سایر موارد، این واژه ها رو اگر پیش از الا دیدید، پیش از الا اگر این واژه ها رو در جمله های منفی یا استفهامی دیدید، اینا مستثنامن هستن، همینا خودشون مستثنامن هستند، بنابراین مستثنا تام است، یعنی همون اسلوب استثنا رعایت شده است. پس اگر پیش از الا واژه احد، شی، کل، بعض اینطور واژه ها رو دیدید، دیگه درنگ نکنید، اون اسلوب استثنا است، اسلوب هست نیست، چون خود اینا مستثنامن هن. وقتی مستثنامن باشد دیگه بنابراین اسلوب استثناء رخ داده است، چون در اسلوب هست ما مستثنامن نداریم، حذف می شود. این هم نکته ای که در این رابطه مطرح شد. بسیار خوب، این هم از بحث مستثنامون بچه ها که به هم پرداخت بهش پرداختیم و اشاره شد. این هم که کلمه های برگزیده برای جای خالیه که با هم پر کردیم و تمام شد. این زمس زندگی رو بخونیم، بعد یک استراحت کوچولو داشته باشید و تستای کوتاه مدت رو بزنید و بعد اونم بررسی کنیم و تمام. یاد دوران
کودکیمون به خیر. کاش تا دل می گرفت، کاش تا دل می گرفت و می شکست، دوست می آمد کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می شد قلب ها آباد بود، کینه و غم ها به دست باد بود. کاش می شد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش می شد کاش های زندگی، تا شود در پشت قاب بندگی. کاش می شد کاش ها مهمان شوند، در میان قصه ها پنهان شوند. کاش می شود کاش می شد آسمان غمگین نبود، رد پای کینه ها رنگین نبود. کاش می شد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. عمر هستی خوب و بد بسیار نیست، حیف هرگز قابل تکرار نیست. از نیما یوشیج. بچه ها یک بار دیگه تکرار کنید. کاش تا دل می گرفت و می شکست، دوست می آمد کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش میشد قلب ها آباد بود، کینه و غم ها به دست باد بود. کاش میشد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش میشد کاش های زندگی، تا شود در پشت قاب بندگی. کاش میشد کاش ها مهمان شوند، در میان غصه ها پنهان شوند. کاش میشد آسمان غمگین نبود، رد پای کینه ها رنگین نبود. کاش میشد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. عمر هستی خوب و بد بسیار نیست، حیف هرگز قابل تکرار یا تکرار نیست. بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خوب، اینم از اینو. اما جمع های مکسر و مترادف متضاد ها رو هم یک روخانی بکنیم و موقع آزمون یه استراحت کوچیک و بعدم شما پاسخ بدید و بعدم بررسی بکنیم. باشه بچه ها؟ جمع مکسر، آلاف مفردش هست، الف هزاران، ظروف به معنی شرایط، مفردش از ظرف، وعا به معنی ظرف، جمعش اوعیه، کتاب ز طلاب، مفردش از کاتب. این از جمع های مکسر. اما مترادف، خب اینا که رنگ اولیه رو کشیدم، مترادف ها. حالا میخوام نوع دومشو بگیم. اضافه زاده به معنای زیاد کرد، افسود. اختیار، اختبار یه معنا داره، به معنای انتخاب کردن، آزمایش کردن. جدیر، لائق، شایان، لایق، سزاوار. فاز، امتلع، پر کرد، پر شد، لبریز شد. یظهر و یتبین و آشکار میشود.
امتع و الزو یعنی لذت بخشتر، اسم تفصیله. اطمئنان ثقه به معنی اطمینان. زن حسبه یعنی گمان کرد، پنداش. و آ و کس به معنی ظرف یا جام هستش. خب اینا هم از مترادف ها، اما متضاد ها. اقصا اسهل، سختتر، آسانتر. جمال زیبایی و قبح زشتی. قاسی سخت و دشوار و سهل آسان. یرخص و ارزان می شود. یقلو گران می شود. انفع سودمندتر، ازر مضرتر. فاز پر شد و فرقه خالی شد. وجده یافت و فقده گم کرد. اینم از جمعای مکسر و مترادف و متضاد که مربوط به این جلسه می شود. خب اینم از آزمون امروزمون. یه استراحت بکنید یکی دو سه دقیقه و بعدم ادامه بدید 6 دقیقه برای پاسخ به این تست ها. تست ها هم اگر مجموعاً 8 تا تست رو جواب دادید، همطور تست به تست موارد رو بفرستید. حالا یا یک جا بگید مثلا تست اول گزینه فلان، تست دوم گزینه فلان، یا میکنید دیگه حالا هر کدوم رو که انتخاب کردید ارسال کنید تا یک نگاهی بکنیم و بعدم بررسی بشه. در این فاصله استراحت هم داشته باشید. خب بچه ها، به به، پاسخ ندادید. آه دادید این طرفه، ببخشید من ندیدم. خب سال اول تعیین کنید مستثنای تام رو، یعنی پس اسلوب استثناء رعایت شده باشد. مستثنا من دارد و همواره منصوب است. خب بریم برای اولی. چون هر چهار گزینه، سه گزینه منفی و یک گزینه استفهامی هستش، تا پیش از الا رو ما یه خطی رو یه بخشی رو فسفوری میکنیم تا پیش از الا رو. این از این. خب بریم برای اولی ببینیم پیش از الاش کامل هست یا کامل نیست. میگه که نبود نزد من پولی یا پولی نداشتم. خب هرچی میخواییم اومده، پیش از الا کامل هستش. این شد تام، یعنی پیش از الا کامله، یعنی مستثنا اسلوب استثناء رعایت شده است. هم به لحاظ قواعدی یکون از افعال ناقصه، عندی میشه خبرش، نقود میشه اسمش، هم به لحاظ معنایی کامل هست و همین گزینه یک انتخاب میشود. اما گزینه بعدی میگه که ما کان عند عم الاکبر، میگه که نبود نزد عموی بزرگترم. خب چی نبود یا نداشت؟ عموی بزرگترم چه چیزی را نداشت؟ نبود چه چیزی نبود؟ جمله رو ناقص گذاشته، یعنی غیر تام، غیر تام، پیش از الا کامل نیست. سومی، لیس هناک فی ساحل بحر، میگه که در ساحل دریا وجود ندارد یا نیست. خب چه چیزی نیست؟ باز جمله رو غیر تام گذاشته است، غیر تام، کامل نیست. و بعدی، به او گفتم آیا پاداش نیکی، تا پیش از الاشو داریم در نظر میگیریم بچه ها، آیا پاداش نیکی، باز میبینی جمله غیر تام گذاشته است. پس بنابراین این هم غیر تام رو از اینجا برداریم و در همین قسمت قرار بدیم که مشخص باشد غیر تام. گزینه یک تام، یعنی پیش از الا کامل هست. مستثنا تام. گزینه دیگر غیر تام، یعنی اسلوب حصر رخ داده است. بریم برای شماره دو. تشخیص بدید صحیح رو، تشخیص بدید صحیح رو. خب به بعد از الا بچه ها نگاه کنید، یعنی مستثنامون، حرکت هایی که گرفته بهش توجه داشته باشید. جملات هم منفی هستند پیش از الا، تا جایی که منفی است من مشخص میکنم. خب به لازم منسی کنکور ما
اگر بخوایم گزینه سعی رو انتخاب کنیم، سری میریم سراغ گزینه که مثبت هست، یعنی پیش از الا منفی نیست. اگر نگاه کنید در گزینه 4 یسوم المسلمونه، پیش از الا مثبت هست، این مثبته، یعنی پس اسلوب استثناء رخ داده است. مستثنامون هم باید منصوب بیاد که منصوب هم اومده، اینم مستثناست، مستثنا به صورت منصوب. تمام همین گزینه انتخاب شد. پس اگر مستثنا در جمله‌های مثبت اومد، اون مستثنای تام و کامل است، هر کس هم منصوب هست که مشخص است. اما بریم برای گزینه 1. لا تسأل الا الله، مخا مگر از چه کسی، یعنی تو از چه کسی طلب نمی کنی. خب میگه مگر از خداوند. الله جایگاه مفعولی پیدا میکنه، جایگاه مفعولی دارد، پس بنابراین این حرکت غلطه، باید بشه چی؟ الله ها، این حرکت رو باید بپذیره که الله گفته غلطه، چون گفتیم در مستثنا در اسلوب هست، مستثنا تابع موقعیتش در جمله است. موقعیتش چگونه در نظر میگیریم؟ فرض میگیریم چیزی به نام الا وجود نداره، فرض میگیریم چیزی به نام الا وجود نداره. مورد دوم، اصلاح نمی کند مردم را. خب چه چیزی مردم را اصلاح نمی کند؟ عدل. جایگاه فاعلی داره میگیره، جایگاه فاعلی، پس باید بشه عدلو، باید عدلو بشه. خب این هم که غلط هستش. و گزینه 3، لم یقل المؤمن، لم یقل المؤمن، نگفت مؤمن چه چیزی را، چه چیزی را، این جایگاه مفعولی پیدا کرد بدون الا، جایگاه مفعولی، بنابراین حقیبتو غلطه، باید بشه چی؟ حقیبته، باید این حرکتو بپذیره، نه اون حرکت حقیقت رو، حقیقت باید بگه نه حقیقت رو، من حقیقت گفتم، نگو مومن مگر چه چیزی رو، حقیقت رو. خب پس بنابراین گزینه صحیح ما گزینه 4 شد، جمله مثبت، مستثنا تام است، منصوب است، حرکت رو درست پذیرفت. اما در گزینه های دیگر چون جمله منفی پیش از الا کامل نیست، وصوب هست رخ داده است، مستثنا تابع موقعیتش در جمله، حرکت خواهد گرفت، الا رو در نظر نگیرید. شماره 3، تعیین کن آنچرا که درش مستثنامن هست، آنچرا که درش مستثنامن هست. خب هر چهار گزینه که نه، با 3 گزینمون منفی هست. نگاه کنید، لا یساعدنا ما قیل لیس المجد فی دروسی، اما گزینه 4تون بچه ها مثبته، مثبته. خب تمام دیگه بچه ها، اگر بیش از الاتون، اگر جمله مثبت هست، اگر مثبت هست، بنابراین مستثنامن دارید دیگه، چون اسلوب استثناء رعایت شده، اسلوب استثناء در جمله های مثبت حتما خواهد بود، یعنی اگر جملتون مثبت بود حتما اسلوب استثناء رعایت شده است، یعنی مستثنامن دارید، بنابراین همین گزینه 4 رو انتخابش کنید، جمله مثبته. اما اونایی دیگر رو نگاه کنید که برای اینکه متوجه بشید مستثنامن ندارید. باز من الا رو دورش دایره میکشم. خب و نگاه میکنیم ببینیم پیش از الامون کامله یا کامل است. مورد اولی، کمک نمی کند به ما هنگام سختی ها. خب چه کسی کمک نمی کند؟ پیش از الا حرف نزده، بعد از الا حرف زده، جمله رو ناتمام گذاشته، پس این غیر تامه، یعنی مستثنامه نداریم. لیس المجد فی دروسی، کوشا نیست در درس هایش. خب چه کسی کوشا نیست؟ نگفته، بیان نکرده، اینم غیر تام گذاشته، یعنی جمله رو ناقص گذاشته است. و بعدی، گفته نشد از تو در مدرسه. خب چه چیزی گفته نشد؟ معلوم نیست، جمله رو غیر تام کرده است، یعنی پیش از الا کامل نیست، بنابراین گزینه 4 انتخاب خواهد شد. و اما شماره 4 گفته است که تعیین کنید مستثنا من رو. خب بچه ها مگه پیش از الا منفی نیست؟ ما محمدون نیست محمد. خب اگر منفی هست پیش از الا، اگر منفی هست و ناتمام هست،
داره میگه نیست محمد. خب چی نیست؟ کی نیست؟ مشخص نیست و ناتمام هست. پس اسلوب حصر رخ داده است. اگر اسلوب حصر رخ داده است مستثنامه ندارید، مستثنامه ندارید. بریم ببینیم کدوم گزینه میگه مستثنامه ندارید. بگید بچه ها گزینه سه لیس فی العبارت، گفته که تعیین کنید مستثنامه رو. گزینه سه میگه در عبارت نیست، مستثنامه وجود ندارد. خب پس گزینه سه انتخاب شد، بیش از الا منفی و ناتمام اسلوب حذف. و اما شماره پنج، تعیین کن اسلوب حذفی که آمده در جمله وصفیه. اینو دقت بکنید، اولا اسلوب حصر باشه، یعنی پیش از الا منفی باشه، کامل نباشد. در ضمن در اون جمله وصفیه هم باشه. جمله وصفیه چه جمله ای بود؟ جمله ای که بعد از اسم نکره بیاد. بریم برای گزینه اول. اول پیش از الا مون رو بچه ها یک خطی مشخص بکنیم. تا اینجا همه اینجا چون منفی هم دیگه، اینم که پیش از الا مون مثبت هست، اینم که پیش از الا مون منفی هست. تا اینجا تا تا اینجا شو در نظر بگیریم، اینم تا اینجا. خب جمله اول ما جا فی کتاب هذا الشاعر، یه جمله منفی هست، میگه نیامد در کتاب این شاعر. خب چی نیامد؟ غیر تام هست. می‌نویسیم غیر تام، یعنی همون اسلوب هست رعایت شده است. خب بعد از الا تجارب آمده است. تجارب میشه مستثنا. درست شد بچه ها؟ مستثنا. خب حالا بعد از خود تجارب آیا معرفه است یا نکره؟ چی است بچه ها؟ تجارب الف لام نداره. اگر الف لام ندارد پس تجارب نکره است. خب حالا بعدش هم یه جمله اومده، قد جمعها علی مر السنین. جمله وصفیه است دیگه، جمله‌ای که بعد از اسم نکره بیاد بهش جمله وصفیه میگن. اینم شد جمله وصفیه. پس چی شد؟ اولا اسلوب حصر باشد، یعنی جمله منفی و پیش از الا کامل نباشد. بعد از الا یه اسم نکره بیاد که همون مستثنامونه که به صورت نکره اومده. بعد از اسم نکره هم یه جمله بیاد، جمله ای که بعد از اسم نکره بیاید بهش جمله وصفیه میگن. گزینه یک موضوع رو تمام کرد و علامت میزنیم. اما مورد بعدی، ما زارت سیاح مکان فی قریتنا، میگه دیدار نکردن گردشگران مکانی رو در شهر ما. خب هر چی که میخواییم اومده، پس بنابراین این تامه، اصلا اسلوب حس نیست، اسلوب استثناست، اسلوب استثنا. خب این رو که نمیخواد، میگه در تعیین کنید اسلوب حس رو. مورد سوم، ارسل الله الانبیاء لهدایت الناس، آیا جمله مثبت یا منفیه بچه ها؟ خب جمله پیش از الان مثبته، پس اینم تامه، چون که اسلوب حس که در جمله های تام نمیاد، در جمله غیر تام میاد. و اما مورد چهارم، مورد چهارم گفته است که ما نقصد و به حاضر اعمال الا. خب باز اگر نگاه کنید پیش از الا رو میگه کوتاهی نکردیم در این کارها، یا قصد نکردیم با این کارها مگر چه چیزی را، هدفی نداشتیم با این کارها مگر چه چیزی را. خب اینجا اسلوب حصر رخ داده است، اسلوب حصر یعنی غیر تام رخ داده است، غیر تام. بذاری اینه با رنگ دیگه من بنویسم که اینم غیر تام است، غیر تام. منتها بچه ها نگاه کنید، غیر تام، منتها بعدش تکریم اومده. تکریم، تکریم اضافه شده است به یک اسم معرفه، به الذینه، یک اسم معرفه اضافه شده. پس تکریم معرفه است، معرفه است. در صورت که بالا گفته بود که اسلوب هست که اومده باشه درش جمله وصفیه، جمله وصفیه بعد از اسم نکره میاد. اما تکریم الذینه یربون اولادها، اینجا تکریم که مستثنا هست معرفه به اضافه شده است، بنابراین معرفه است. اگر معرفه است دیگه
جمله وصفیه بعد از اسم معرفه نخواهد اومد، هرچند جمله اسلوب حذف رخ داده است، یعنی پیش از الا کامل نیست. این هم از شماره 5. و اما شماره 6، تعیین کنید عبارتی که اومده درش متضاد برای کلمه یغلو. یغلو یعنی گران می شود، سنگین می شود. خب حالا در مقابل اون ارزان می شود رو داریم دیگه، ارزان می شود رو در اینجا داریم، یرخسو. گزینه 2، گزینه 2 ارزان می شود. اینم از این گزینه که انتخاب شد ضد یغلو. اقلا یغلو، اقلا اسم تفسیرشه، یعنی گرانتر. خب شماره 7، کل شیء یرخص اذا کسر الا الادب. این جمله چی میگه بچه ها؟ میگه که هر چیزی ارزان میشود چون زیاد شود، به جز ادب. به جز ادب، ادب هر چی زیادتر بشه، با ادبتر بشیم، ارزشش بیشتر میشه، پایینتر نمیاد، ارزانتر نمیشه. حالا میگه که تعیین کن مناسب رو برای بلاز مفهومی کدام یک از این گزینه‌ها به این نزدیکتر هستش. اولی میگه ادب المرء خیر من ذهبی، یعنی ادب انسان بهتر است از طلای او. دو، حسن الادب نیکو ادبی میپوشاند قبح نسب را، زشتی اصل و نسب رو. و سه، کم نمی شود از ارزش ادب هنگامی که زیاد شود. ارزش ادب اصلا کم نمیشه زمانی که زیاد بشود. خب میبینید این گزینه داره واژه هاش رو هم حتی میاره دیگه، کسرت، کسرت، اینها همین گزینه سه انتخاب میشه. و ادب گران نمی شود هنگام زیادیش، بلکه ارزان می شود. خب گزینه 4 که کلا غلط هستش. این هم از این مورد بچه ها، مورد 7. و اما شماره 8 گفته است که ترجمه این عبارت چی میشه، کلماتی که میتونه به ما کمک بکنه. مصاهرت که یک فعل ماضی منفی است، اللیلت الماضیه، یعنی شب گذشته. خب شب گذشته، شب گذشته، شب گذشته، اینا که همه درست هست، درست هست، درست هست. خب الا لطفل المریض، اینم میریم برای لطفل المریض، لطفلی المریض، یعنی برای کودک بیمارم. حالا بریم بر اساس این، چون یای ضمیر اومده، این ضمیر خیلی مهمه تو ترجمه که آیا درست ترجمه شده یا نه. بریم برای یک به یک موارد. اولی میگه که برای کودک بیماری، این غلط. دومی به خاطر کودک بیمار، باز غلط. سومی برای کودک بیمارم، برای کودک بیمارم میپذیریم، برای کودک بیمارم میپذیریم. پس من گزینه 3 و 4. حالا بین 3 و 4 میخوایم انتخاب کنیم، میریم سراغ هم من شدیده، یعنی تب شدید. منتها چون به صورت نکره آمده میشه تبی شدید یا تب شدیدی. سه چی معنا کرده تب شدید؟ خب این غلطه، به صورت معرفه‌ای آورده است. اما مورد چهارم، تب شدیدی به صورت نکره آورده است. نکره است، موصوف صفت ما به صورت نکره آمده، نکری هم ترجمه میشود. پس گزینه 4 انتخاب شد که به ما کمک کرد برای انتخاب گزینمون. بسیار خوب بچه ها، اینم از 8 تست مربوط به آزمون کوتاه مدتمون. این آزمون بلند مدت هم خواهشاً در منزل در اختیارتون هست، پاسخ بدید و برای جلسه بعد میارید. ابتدای جلسه این رو بررسی میکنیم و بعد همینطور که اشاره کردم چون جلو هستیم، ما جلسه آینده برای بچه‌هایی که اون جلسات اولیه نبودن، خب یه جلسه گذاشتیم، جلسه اول و جلسه دوم رو در یک نوبت با هم کار کردیم که بحث اقسام کلمه و اعداد بود. برای جلسه آینده بعد از بررسی این آزمون میریم سراغ مرور
دو سه درس دیگه عربی دهم که پرونده عربی ده رو با یه مرور مجدد ببندیم و اونم چی هستش؟ بابهای ثلاثی مضید، جمله فعلیه و اسمیه و اگر رسیدیم معلوم مجهول. این سه بحث رو برای جلسه آینده، جلسه سوم و چهارم و پنجم، این رو یه نگاهی بکنید شما و جلسه آینده با یک تست متفاوتی اون دو سه بحث رو توضیح میدیم و یه آزمونم در ارتباط با اون دو سه بحث خواهیم داشت و یک مرور مجدد میشه، هم برای بچه‌هایی که از ابتدا بودن، هم برای بچه‌هایی که با تأخیر اومدن و اون بحث‌ها رو آفلاین در اختیارشونه ولی خب نیاز به توضیح هست که به صورت آنلاین برگزار بشه. این هم یک هدیه از ما برای شما خواهد بود و حتما کانال من رو پیگیری بکنید، خب مطالب روزانه‌ای که هست استفاده بکنید و همچنین کارهای جدیدی که انجام شده رو در اونجا اطلاع رسانی داریم میکنیم. @arabicmisba ممنونم از شما. اگر سوال دارید بپرسید از من. بچه ها چقدر شما دانش آموزان خوبی هستید. سوال دارید بپرسید، اگرم ندارید که خدا نگهدار شما تا جلسه آینده.